به نام خدا و عرض سلام خدمت هموطنداران عزیز، خدا کنه همه شما دارای صحت کامل باشین. خب در این بخش میاموزیم گیتد و ان گیتد پروداکت ها کدام ها پروداکت هاست و چطور تفکیک کنیم که پروداکت ها گیتد هست یا ان گیتد. معمولا تمام پروداکت هایی که در آمازون هست به دو بخش تقسیم شدن. نوع اول پروداکت های گیتد هست که مثلا برند های بسیار مشهور، کمپانی های بسیار مشهور و کمپانی های بسیار بزرگی که در آمازون فعالیت میکنه، تمام پروداکت های اینا پروداکت های گیتد است. به خاطر فروش دوباره از او در بخش هولسیل یا آربیتراژ نیاز به برند اپروول از هم کمپانی است که شما میخواین پروداکت را دوباره در آمازون به فروش برسانید. مثلا قسمی که در تصویر میبینین لیوایس، کالوین کلاین و تامی هیلفیگر، نایکی، ادیداس یا هر برندی مشهور دیگر که شما بخواین یک پروداکت دوباره در آمازون به فروش برسانید، نیاز است که از نو کمپانی یک برند اپروول بگیرید. یعنی بدون برند اپروول شما نمیتونید پروداکت از را دوباره در آمازون به فروش برسانید. به خاطر از اینکه قانون آمازون قسمی است که هر شخصی که برای اولین بار یک پروداکت در آمازون وارد میکنه، برازو دو آپشن است. آپشن اولی که برند رجستری بکنه و پروداکت به نام خودش در آمازون ثبت بکنه و بعدا پروداکت به فروش برسانه، و دیگر زمانی که بخواین عین پروداکت از را به فروش برسانن باید از این برند که اولین بار پروداکت ثبت کرده مثل ادیداس یا کمپانی دیگه که شما در تصویر میبینین برند اپروول بگیرم. و نوی دوم به شکل جنریک یا به شکل جنرال عمومی است که نیاز به برند اپروول نیست، هر کس میتونه که پروداکت هر جای بسازه و دوباره در آمازون به فروش برسانه. اما بهترین راه، بهترین طریقه به خاطر کسایی که تازه کار هستن در آمازون یا نیوسیلر هستن این است که هر پروداکتی را که شما در آمازون میخواین به فروش برسانین، خوب است که در اول این برند رجستری به نام خودتان بکنین و آستاستور رشد بدین. خب اول پروداکت ها گیتد است که نیاز به اپروول داره، یعنی بدون اپروول نمیتونید شما این پروداکت ها به فروش برسانید. نوع دوم این پروداکت به نام پروداکت ان گیتد یاد میشه، یعنی پروداکت های اوپن هستن، باز هستن. این پروداکت ها به نام شخص یا به نام کمپانی نیست، بدون هیچ قسمی که شما تصویر میبینید، بدون هیچ لوگوی اینا یا نامی یا مخففی در آمازون به فروش میرسن و برای فروش از این نیاز به اپروول ندارین. یعنی شخص خواسته ای را به شکل جنریک در آمازون به فروش برسانه و نخواسته که به نام شخصی خودش یا به نام کمپانیش در آمازون این پروداکت را به فروش برسانه. خوب به خاطر از اینکه بیشتر و خوبتر بفهمیم موضوع رو میریم طرف اسکرین. در اسکرین بر شما نشان میدم که کدام نوع پروداکت ها گیتد است و کدام نوع پروداکت ها ان گیتد. و به خاطر از اینکه بخوایم پروداکت گیتد و ان گیتد تبدیل بکنیم چی راهکارهای وجود داره، تمامشون رو مشخصا بر شما تدریس خواهد کرده. میریم طرف اسکرین. بازم خوش آمدین دوستان. یه صفحه سلا سنتر آمازون است در بخش پروداکت لیستینگ. خب میم در این بخش مثلا یک کمپانی رو نشته میکنیم که خیلی مشهور و خیلی کمپانی بزرگ است. میخواییم عینی پروداکت ازی را به شکل هولسیل در آمازون به فروش برسانیم، آیا میبینیم که این گیتد است یا ان گیتد. مثلا کمپانی ادیداس. خب هر زمانی که بخواییم یک پروداکت یا کمپانی دیگر را در آمازون به فروش برسونیم با سه آپشن سر می‌خوریم. آپشن اولی not available، یعنی ادیداس به می شکل یک پروداکت شا به هیچ وجه غیر از خودش به کسی دیگه برند اپروول نمیده به خاطر فروش دوباره ازی در آمازون، از این خاطر دیجا not available نشته باشه. خب اگر ادیداس خوب بفهمید کمپانی خیلی بزرگ است و پروداکت های خیلی زیاد داره در بخش لباس، بود، کرمچ هم شاید هم از کمپانی ادیداس به صدها رقم کرمچ داشته باشه، کرمچ های ورزشی، کرمچ های رسمی. خب این پروداکتش که کرمچ هست، امکان ازی هست که
کمپانی ادیداس در این بخش برن اپرووال بتم و در اینجا نشته می باشم اپلای تو سیل. خب میریم کندیشنش انتخاب میکنیم نیو اپلای تو سیل. دقیقا در اینجا ریکوست اپرووال اسمی که در سکرین میبینین، شما در اینجا میتونین اینجا ریکوست اپرووال بکنین، ایمیل شما رو درج میکنین و بعد مشخصاتش از شما میخواد شماره تماس تانه و بعدا به شما تماس میگیره و به شما میگه که آیا به شما برن اپرووال میتا، یعنی به خاطر از اینکه به شما برن اپرووال بتا، یعنی شما با یک ریسیلر باشین، یعنی باید وبسایت داشته باشین یا امکانات دیگه بیشتر داشته باشین تا اونا به شما برن اپرووال. دو طریقه خیلی ساده است به خاطر برن اپرووال گرفتن در آمازون به خاطر یک پروداکت. معمولا طریقه اولش ریکوست اپرووال از طریقه قبلا به شما نشان دادم در اسکرین طریقه است و طریقه دومش قسمی است که شما در وبسایت همو کمپانی میرین، اونجا کانتکت از نشته، شما میتونین از طریق ایمیل یا شماره تماس داشته باشن، امر از اونا بر از اونا ایمیل نوشته کنین، برشون بگین که ما یک کمپانی ریسیلر هستیم در بخش آمازون یا بخش های در وبسایت شخصی خود ما میتونیم پروداکت های شما رو به فروش برسونیم، از اون خاطر نیاز به اپرووال داریم. بعدا همون کمپانی به شما یک پرایس لیست میتواند، پرایس لیستش مکمل نرخ همون پروداکت را که شما خواستین بر شما ذکر میکنه که از یک تا مثلا تا 100 تا به یک نرخ، از یک تا تا 1000 تا به دیگه نرخ، و از یک تا تا 10000 تا تا 100000 تا چقدر زیاد باشه نرخش، هر چقدر که پروداکت شما از اونها زیاد خریداری بکنین قیمتا پایین تر میام. خب این نوع اولش بود که نیاز به اپرووال بود، دو طریقه بسیار ساده را فعلا کار کردیم. قبلی دو پروداکتی بود که پروداکت ها گیتید بودن و فعلا میم سر پروداکت هایی که انگیتید هست و نیاز به اپرووال نیست. خب در بخش پروداکت هایی که نیاز به اپرووال نباشه، معمولا این پروداکت هایی هستن که تمام از اینا نیاز به دوباره فروششان اپرووال نیاز است و پروداکت هایی که به بخش دوباره فروش از اونا در آمازون نیاز به اپرووال نباشه. اینجا نشته است apply to sell و دوجم اینجا در این بخش sell this product نشته باشه که اونا نیاز به اپرووال ندارن و شما میتونه که بدون برن اپرووال از رو او پروڈکت رو بفروش برسانین. تشکر از همه شما دوستان، دوستانی که سوالی داشتن میتونن در کامنت بنویسن و همچنان از طریق ایمیل ما که شما در تصویر میبینین و از طریق شماره واتساپ ما و همچنان از طریق صفحات مجازی که به نام فرهمن ای‌کامرس اکادمی است، مثل فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و صفحه تیک تاک سوالتون رو مطرح کنین، ان شاءالله با استفاده از فرصت ما پاسخ خواهد دادم. به همه شما وقت خوش میخوام. الله نگهدار.